حدود یک سال از شیوع کرونا در کشورمون گذشت. روزهایی که با جانفشانی پرستارا و پزشکا و نیروهای درمانی هزاران نفر از هموطنانمون از روی تخت بیمارستانها به خونه برگشتن و حدود 60 هزار نفر هم علارغم تلاش پرستارا و پزشکا رخ در نقاب خاک کشیدن. در شرایطی که آحاد مردم قدردان این تلاشها بودن و هستن، فیلمی از یک روحانی منتشر شد که دستمایه‌ای برای هجمه به روحانیان فراهم کرد. پرستارا که برای ما کار خاصی انجام ندادن، هر کار کردن پولشو دریافت کردن. اگر تو این ایام کرونا نتونستن بچه‌شون رو ببینن، نتونستن همسرشون رو ببینن، نتونستن پدر و مادرشون رو ببینن، خب در قبالش پولشو دریافت کردن. چند وقت دیگه با همون پول یه مسافرت میرن، لذتشو میبرن. اما برای دونستن حقیقت ماجرا باید فیلم رو یک بار دیگه تماشا کنیم. پرستارا که برای ما کار خاصی انجام ندادن، هر کار کردن پولشو دریافت کردن. اگر تو این ایام کرونا نتونستن بچه‌شون رو ببینن، نتونستن همسرشون رو ببینن، نتونستن پدر و مادرشون رو ببینن، خب در قبالش پولشو دریافت کردن. چند وقت دیگه با همون پول یه مسافرت میرن، لذتشون میبرن. اینها جملات کسانی هستش که عزت نفس پایین دارن. کسایی که عزت نفس پایین دارن چون احساس ارزشمندی ندارن، میخوان دیگران هم اون احساس ارزشمندی رو نداشته باشن. میخوان دیگران رو از اون جایگاه واقعی و بالاشون بکشن پایین. برای همین این جملات رو مطرح میکنن و در پی اون پرتوقع میشن نسبت به دیگران. دائما از دیگران طلبکارن. انتشار گزینشی از یک فیلم تکنیک تازه‌ای برای بدبین کردن مردم به طلبه‌ها و روحانی‌ها نیست و هر روز هم این تکنیک‌ها به روز میشه و تغییر میکنه. مهم اینه که ما هر چی در فضای مجازی دیدیم باور نکنیم و در پی یافتن واقعیت باشیم.